سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. چند تا ویدیوی خیلی خاص و یک برنامه نسبتاً عجیب و غریب براتون امروز آماده کردم. حتما کانال رو دنبال بکنید، حتما مرور بکنید، به ویژه اون برنامه که درباره 4 قهرمان ایرانی به شما ارائه دادم که فکر میکنم اولین بار هست داره درباره شون در فضای تصویر در ایران صحبت میشه، حتما ببینید. چند تا ویدیو داریم توی این برنامه. اولیش مربوط هست به یک ایرانی، این بلند شده رفته ایرانی ها رو تو آمریکا گیر آورده، یه به اصطلاح خودمون آزمایش اونجا انجام داده، یه درخواست ازشون کرده آقا یه دلاری داری به من بدی. ما با هر کی صحبت میکنیم در خارج از کشور میگه که بابا مثلا تو داخل البته همینه، میگه که حقوق اینجا مثلا فلان قده، توی خارج از کشور انقدر 1000 دلاره. بعد بگیم داداش انقدر 1000 دلاره، مصرفش هم انقدر 1000 دلاره، مثلا ریالی خرج نمیکنه اونجا اگه دلاری پول میگیره دلاری هم خرج میکنه، تاش همینی میشه که اینجا. میگه نه شما نمیفهمی، ما نمیفهمیم. اوکی، طرف اونجا رفته یه دلاری از این چند هزار تا رو حاضرن بهش بدن، اینو رفته اونجا تست کرده در خارج از کشور با ایرانی های خارجش، بعد رفته توی اربعین تست کرده، نتایج فوق العاده. میخوایم با هم ببینیم. بخش دوم ویدیو یک فیلمیه که این به نظرم همه اونایی که اصلا این بخش دوم مو به تن آدم سیخ میکنه، اگه قبلا دیده باشیم دوباره مو به تن سیخ میکنه، ببین چه خفنه. میخوایم بریم با داستانش همراه شیم. داستان یک اراهیه، خودروهای ایرانی وارد منزلش میشن، دختر خانم به رحمت خدا میره. بریم ببینیم ویدیوها رو، برمیگردیم، نکات ویژه‌ای دارم مفصل خدمت شما عرض میکنم. Sorry, you are Persian? You are Persian? Yeah. خوبی؟ اینجا عمود چنده؟ ای بابا چرا نت ندارم؟ کی بکنه اون طورا گم شد؟ یه چی گشت هم و به این مرکبین ها نفتم اونا بیده بشت. آجی سلام علیکم. سلام؟ سلام. فارسی عربی؟ عربی؟ آجی از عربی؟ عربی. کجا میزه؟ من از مستقل رفتم کربلا و بعد اشتراه می رفتم تو نجف. خدا این بری میری؟ دیشب از فرودگاه اومدم، فرودگاه LAX، بعد تازه رسیدم لس آنجلس، پول ندارم، میتونید به من 1 دلار بدید؟ من فقط کریدیت کارت دارم. خب میتونید بریم آبربانک برای من بکشید، 1 دلار به من بدید؟ یه دلاری میخواد، یه دلاری. همه اونایی که میگه خارج از کشور مثلا درآمدشون 1000 دلار، چند هزار دلاریه، بعد مثلا توی ایران انقدر دارن به ما پرداخت میکنن، و یه دلاری خواسته. تا اینجا با یکی دو نفر صحبت، یعنی یکی عجله فوری براش پیش اومد، دوید گفت من باید برم کار دارم، یکیشون هم اوصایی کرد. بریم ادامش رو ببینیم، بریم ادامه واکنش رو ببینیم. مفقود مدارک و فلوس. فلوس فلوس. آره میخوام برم نجف. وای فاکتن فلوس. الا الهی نجف، مفقود مدارک. دست رو بر نکن. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا دقت کردین چی شد؟ اینا تا اینجای داستان توی کربلا به هر کسی رسید طرف جیبشو کلا خالی کرد تقدیم کرد به این. اون روایته بود که با هم بررسی کردیم، گفتیم که مثلا اولا باید سبک زندگی سازی بشود برای آخر الزمانی که ازش صحبت میکنیم، میگیم هدایتگر میآید، دنیا زیبا خواهد شد، انسان ها به هم محبت میکنن. قرص که به آدما نمیده قرص مهربونی باشه یه دفعه همه خوبشن مشتیشن، که باید تمرین شده باشه، باید تست شده باشه. وقتی تست شده باشه باید انسان ها خوب بودن این اتفاقو دیده باشن. یه نمونهشو مثال زدیم، گفتیم میگن در اون آخر الزمانه طرف اگر مثلا در خیابان قصد خرید داشته باشه، پول از خونه نیاورده باشه، میگه داداش یه لحظه بیا من یه خریدی میخوام بکنم، پول یادم رفت بیارم، به من پرداخت میکنی؟ دمت گرم. اونی که دست کرد تو جیبش پول به این داد، زحمت کشیده برای این پوله، عرق ریخته، پس چرا داره به این پرداخت میکنه؟ چون انگار معادلات دنیا، نوع رفتار آدمها، مراوداتشون با هم دیگه، قانوناش تغییر کرده. چون انگار احساس میکنه جایی نخواهد موند، قطعا جایی به مشکل نخواهد خورد. و اگر به چالش کشیده شو جایی، بالاخره یکی از اینایی که تو خیابونا دارن رد میشن داداششان، خواهرشان، برادرشان دیگه از اینا میگیره. آقا اینجا این مدل داره اتفاق میفته. سراغ هر کس رفت، دست رد به سینش نزدن، برخلاف اتفاق توی آمریکا. یه دلاری خواست کسی تا الان جوابش نداد. بریم ببینیم آخر هموطنی پیدا میشه اونجا
کمکش بکنی یا نه. نه بابا نمیخواد آج، نه به خدا زشته، به خدا زشته بابا زشته. کار داری بر میگردیم من بایستم حالا برم برم چی میشتاق بایدارم باید $3 هاش کنم $3 هاش هم من بایستم شما بیاش. نه شما اگه گیره تو پر پکی کن نه بایی شکر کردی. به پولام تموم شده. با من دارید $1 بدید. توی ماشین رو پس بیام بگیرم. من با $1 میتونید از دوستتون برای من پول بگیرید. اون که توی چیز بود دیدین، توی کربلا بود دیدین، حالا اینا که تو خارجین که هیچ کدوم حاضر نشدن بهش پول بدن، اونی که توی کربلا بود انقدر بهش پرداخت کرد، این گفت اصلا کافیه، زیادم هست، و اون حاضر نشد بقیش پس بگیره. بریم ادامه شو ببینیم. آقا برای بابا حسین پولام بابا حسین داده چی گذاشتی؟ پولام بابا حسین داده پولام بابا حسین مگه نیست؟ دست دارم دست دارم کارت ملی همش پول داشتم ولی کم بود بابا. بابا دست دارم برم کربلا میخوام دینار بگیرم. اگه میری 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 رفقا بابا میرم یه رفقا بابا میرم ایلا نجف بفهمی چی شو؟ یکی کلن 10 دینار تو جیبش بود، گفت من پرداخت میکنم بهت، ولی اگه میای بیا بریم کربلا اونجا قشنگ به اصطلاح خودمون ریالی که دارم متبدل کنم تقدیم کنم بهت. آقا این چیزی که داریم میبینیم این در جاهای دیگر دنیا تست کنیم واکنشا چیه، مردم چی میگن، حسه چی خواهد بود. مثل این ماجرای 40 دست میکنن تو جیبشون و تقدیم میکنن به طرف، یه جور دیگه رفتار میشه. بریم ادامه شو ببینیم. بریم ادامه دست نرکنیم. لیلو تو می بستی آره گوله شکت باولی آنه او گنشتی نه ها چیز نه 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 خاله نه 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 تو می بستی سوال تا نه 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 کجا چند تا نمونه میشه مثال زد که همچین اتفاقی رو شما بتونید داشته باشید؟ انسان ها مدلشون با همین شکلی باشه. یه دلاری هموطنای ما اونجا مثلا حاضر نشده بودن به همدیگه بدن، تازه مملکت غریب. البته حالا دلایلش رو باید بریم بررسی کنیم. اونایی که خارجن الان ممکنه تو کامنت ها 10 تا دلیل بیارن، یکی از یکی منطقی تر، من بحثی ندارم، ولی تو 40 همین دلایل رو میتونستن بیارن این بچه‌ها. حالا یه سریاشون که اصلا ملیتشون فرق داشت. من چندین مورد میتونم برای شما مثال بزنم. ایرانی ها اومدن تعریف کردن، طرف رفته تو عراق به یه مشکلی برخورده، یا مثلا از همین جنس اتفاقات طوری براش سنگ تموم گذاشتن عجیب و غریب. یه نمونه رو میخواستم تعریف کنم، اجازه بدید بریم جلوتر به یاری خدا، اگه تونستم یه برنامه مقایسه‌ای در این خصوص میسازم که بهش بپردازیم. رفته سراغ یه عراقی، این عراقی یه اتفاقی تو خونش میفته، فرزندش به رحمت خدا میره، وقتی ایرانی ها میهمان بودن در خونش لبخند میزنه به ایرانی ها لبخند. فقط این یه مورد نبوده ها، یکی دیگه من شنیدم چند روز پیش، فکر میکنم حادثه برق گرفتگی بوده، چند تا از عزیزاشو از دست میده، اینا در حال خدمتگذاری به زوار بودن، آمدانه سعی میکنه وانمود بکنه که همه چیز مثبته که زوار ناراحت نشن. رفتن آوردنش توی برنامه، حالا حساب کن زوار ازشون دور شده نیست که بخوام واکنششو ببینن، آوردنش تو برنامه میگه لبخند زدم اونا ناراحت نشن. ببینیم اصلا یه صحنه های عجیب غریبی برمیگرد نکات ایران هست. چون فرمایل این مصیبتی که برامون نازل شده، این مصیبت ها رو قشنگ برامون توضیح بده چی شده. من قبلا این مصیبت از خودشون شنیدم و تفاصیل دقیق ترشو چون میگم، ایشون میفرمایین که درست این برادرزاده ایشون که 2 سال سن دارن،
دو سال بله. بچه دو ساله دارن که مواکب ایرانی که میان با ماشین های خودشون که از مرزت شدن اینا میان داخل باغ جا بدن این ماشین ها رو. در اثنای جا به جایی ماشین ها عقب جلو رفتن ماشین ها این بچه دو ساله میره زیر لاستیک ماشین، یعنی جلوی چشم پدر و جلوی چشم عموش که ایشون بشه. به رحمت خدا همین امسال و تقریبا 5-6 روز پیش این اتفاق افتاد. ایشون به جای این که به قول خودش میگه به جای این که ما این مصیبت بر ما سنگین بشه تأثیر کردیم به مولا ابی عبدالله الحسین و یاد مصیبت علی اصغر افتادیم که علی اصغر رو به دست گرفتن و به سمت آسمون بردن. بل اینکه عزیمت ما بیشتر شد و اصرار ما به این خدمت بیشتر و بیشتر شد. البته برای بینندگان عزیزتون بگم که ما به اجبار تونستیم این مهمون رو بیاریم به این برنامه. هی نگاه به ساعت میکرم میگم به جنگ که من بیام تو برنامه میخوام برم یه ساعت بیشتر دارم خدمت کنم به زائرین ایرانی. مهم نیست، ما کاری نکردیم فدای سر زائرین امام حسین. خب این اتفاقی که میفته، این کودک پسر دو ساله از دنیا میره، پدر و مادرش چی کار میکنن؟ یعنی دقیقا بهتون بگم امانته، این امانت به شما برسونم و بینندگان از ارجمند شما، یعنی خم به ابرو نیوردن که مبادا اون راننده به خودش بگیره، مبادا زائر ناراحت بشه. پدره به کار خودش ادامه میده و برادرای دیگش میرن برای غسل و تدفین و مراسم خاکسپاری این بچه. بل نقش خنده روی و بازی کردن جلوی زائر که مبادا زائر به خودش بگیره. خود را اومده تصادف کرده، دختر خانم ببخشید اون فرزند به رحمت خدا رفته، بعد که این اتفاق افتاده این میگه جلوی زائر نقش خوشرویی رو به خودش گرفته که زائر این وضعیت رو بتونه مثلا ناراحت نشه، خجالت زده نشه. بعد میگه خودش هم نرفته برای مراسم و اینا، اطرافیانو فرستاده، خودش در خدمت زوار وایساده. بعد این آقا هم که اومده اینجا میگه این آقایی که اینجا حضور پیدا کرده هم به زور آوردی، میگه میگفته که من میخوام برم خدمت زوار. نکتهش میدونید کجایی؟ یه حرفی زد گفتش که وقتی که این غم برشون اتفاق افتاده گفتن که باید بهتر و بیشتر خدمت بکنیم. آقا یعنی مثلا شما تصور کن الان ما میخوام یه کار خوبی انجام بدیم، یه اتفاق بدی توش بیفته، واکنش شما چیه؟ ما اولی حرفی که میزنیم بابا مثلا اینجا یه جای داستان میلنگه، آقا یه چیزی، یه نحسی تو این داستان هست، اصلا این من نباید انجامش بدم، یه چیزی اینجا مشکل داره، ولش کن آقا، ولش کن، اصلا فردا یه بهونه هم توش میاریم. مثلا اگرم 4 نفر دورم باشیم، پا قدم فلانی نگاه کن اکی بدم میاد، پا قدم فلانی بد بود کارا ریخ به هم. چرا بچه اساسی؟ یه رفیقی داشتم این فعالیت جهادی انجام میداد، یه کار خیلی مشتی و یه کار خیلی خفن برای چند نفر توی منطقه محروم داشت پیش میبرد. از روزی که این کارو شروع کرد 1001 مشکل در زندگی شخصیش اتفاق افتاد، 1001 اتفاق، یکی از یکی عجیب و غریب تر که هر کدومش والله برای هر کدوممون اگر پیش بیاد اون کارو میکوبیم زمین میریم. میگفتش که وقتی با یکی از بچه‌ها صحبت کرد و به اون بنده خدا گفته بود، میگفتش که این مشکلا که پیش میاد میگم این کاری که من دارم انجام میدم کار مهمیه، میخوام برای مردم انجام بدم و شیطون داره جلو منو میگیره. ببین عجب نگاهی داره به قضیه، من و شما باشیم ولش میکنیم میریم، میگیم بابا این اصلا به ما نیومده، چرا انقدر خودمو به درد سر بندازم، هی از اول هی دارم به مشکل میخورم. میگفت یه اراده منفی میخواد جلوی منو بگیره من خدمت نکنم، پس من بهتر انجامش میدم. دقیقا این نگاهو ما اینجا هم داریم میبینیم. میگه که وقتی که این اتفاق افتاده گفتن باید به شکل ویژه تری خدمت بکنیم. بریم صحبتشون رو بشنویم، برمیگردیم نکاتی دارم عرض کنم. یعنی واقعا صبر زیادی میخواد. یه سوال، خودشون داغ دیدن، طبیعیه اگر موکب رو رها کنن و به داغ خودشون بپردازن. کلش طبیعیه اذا واحد راعی مصیبه ومن حقه يترك الموكب ويروح يبتغي بمصابه.
ايش عجبك تحجمات شو لا ما نسويها لانه اساسا احنا بالنسبه لنا استعدادنا هي مصيبه الحسين فوق مصيبه كل المصائب لانه احنا بالنسبه لنا الامام الحسين هو احنا بهويتنا الحسين احنا حياتنا الحسين احنا لو مو الحسين ما نسكن هنا بكربلاء الحسين هو دمنا وروحنا وحياتنا ومناسبة الحسين هي مناسبتنا هي الأساس نقدم كل عوائلنا وأموالنا وكلنا فداء للإمام الحسين يفكرون بإحساسي كي خودشون داشتين احتياج بترجمة نباشه ولی باز بگید میفرمایین که درست ما صاحب مصیبت هست ولی در مقابل مصیبت امام حسین اینها چیزی نیست ما اگه بقیه خانوادهمون برن جار و ندارم زندگیم فرزندان برن ما دست از این خدمت برنیم کشیم ولی که وظیفه میدونیم بیشتر باید خدمت کنیم. خیلی خب بخشی از این ویدیو رو با هم دیدیم میگه که هرچی بیشتر پیش میاد به این جمعنی میرسیم که نباید دست از خدمت برداریم باید بیشتر خدمت بکنیم. یه دختر خانم ایرانی گوشوارش رو فروخته بود بره کربلا جمعیت قابل توجهی پیدا شده بودن گفتن این معرفی بکنید ما میخواییم تقدیم بکنیم هزینه گوشواره رو. یه فیلمی اخیراً ازش منتشر شد سنی هم نداشت سنش هم خیلی پایین بودیشون بعد تو اون ویدیو گفته بود که من در راه امام حسین این هزینه رو دادم چیزی که هزینه کردم و که نمیخوام پس بگیرم از کسی که حالا دمش گرم هر کسی مثلا به این جنبندی رسیده که میخواد مثلا تقدیم بکنه دمش گرم ولی من برای امام حسین پرداخت کردم از کسی هم چیزی پس نمیگیرم. ببین اصلا یک روحیه است یک سبک از اتفاقات متفاوت دربر میگیرد این قضیه تا بریم برسیم به غم‌های وحشتناکی که اصلا هر کسی باشه در مقابل زانو میزنه. من اونجایی که خدمت شما عرض کردم و البته شما بهتر از من اشراف دارین که این مسئله‌ای که داریم ازش صحبت میکنیم یک ماجرایی هست که فارغ از مسائل تمدنی فارغ از مسائل مذهبی من تمدن و مذهب رو میگم به خاطر همون جمله حاج قاسم. حاج قاسم میگفت یا باید وطن سرت بشه یا باید دین سرت بشه یا باید انسان باشی. اگر یکی از این ستا رو داشته باشی در داستان جهاد ما با داعش با ما همراه میشی. این حرف حاج قاسم بود میگفت چون بالاخره یکیشو میفهمه دیگه من یکی از این چیزها رو شامل میشه جهادی که من دارم انجام میدم پس هر کسی یکی از اینها رو داشته باشه با ما شامل میشه. حالا من نکتم کجا هست بس همینه یا باید مسئله تمدنی جنبه تمدنی قضیه برات مهم باشه یا جنبه مذهبی مسئله برات مهم باشه یا اگر هیچ کدوم مهم نیست جنبه انسانی. اگر جنبه انسانی مسائل برای ما مهم است اگر دغدغه هایی از این دست داریم این تفکر رو باید ترویج پیدا بکنه باید کمک بکنیم که این مسائل و این داستان ها بیش از پیش دیده بشه. طولانی‌ترش نمی کنم فکر می‌کنم که تا همینجا کافی باشه. اگر نکته‌ای داشتین اگر بحثی بود در قالب پیام مردم بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های شما کامل بشه. چندین پیام از سوی رفقای مختلف داشتیم در این مسیر دعاگوی بنده حقیر و شما دوستان عزیز بودن گفته بودن برای این خانواده که اینجا به راه انداختیم در داخل این صفحات با این مخاطبها داریم دعا میکنیم تو اون مسیر براشون قدم برمیداریم و چیزهای از این دست. من لازم بود هم اشاره بکنم که بدانید عده‌ای رفقایی در این مسیر به یاد من و شما هستن هم تشکر ویژه بکنم از عزیزانی که با همه توان دارن حال ما رو با این قدمهاشون خوب میکنن. نکته دیگه ندارم خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر.